مفکران، گفتگو با متفکران ایران امروز. آیا جامعه ایران در آستانه یک جنگ طبقاتی است و هشدارهای جامعه شناسان را درباره شورش فرودستان بر فرادستان باید جدی گرفت؟ ریشه بحرانی که متفکران را به تأمل درباره آینده ایران کشانده است کجاست؟ آیا شکاف دولت و ملت ریشه همه این بحران هاست؟ شکافی که امروز گمان می رود به مرحله بازگشت ناپذیر نزدیک شده است؟ دکتر ابوالحسن تنهایی به این پرسش ها پاسخ می دهد. یکی از خصایص تفکر ناسالم و واقع گریز عادتگرایی انسان است. انسانی که یا از تازگی ها می ترسد و یا به آنچه که هست مأنوس شده است، آنچنان درگیر دنیای عادتی خود می شود که هر چیز تازه‌ای برایش یا غریب است یا ناخوشایند. دیگه من پیدا بکنم ببخشید، اینقدر من آدم منظمی هم منتها نیومدم اینا رو جمع کنم. آخرشم مهمون این یه لیوان دیگه. مادرم حدود 13 سالگی منو به دنیا آورد و خلاصه عصر زایمان میکنه و تنها فقط این همسایه‌مون که فریم نابینا بوده و میره بیرون، من همسایه ها رو جمع میکنه. به هر حال روز بدی برای مادرم بوده، ولی برای هر ما به دنیا اومدیم. بعدن هم پدرم ترسیده من روز 13 هم به نامه شناسنامه من رو دو روز دیرتر بگیره، 15 هم گرفته. من در شناسنامه هم 15 هم فروردین 30 هستم. پدر من اون هم شاید روزگار باست خیلی بهش سختی گرفت که یاد بگیره، چند ماهه بوده یا به دنیا نیومده بوده که پدرش فوت میکنه. پدر پدرش آدم سرمایه‌داری بوده، ظاهراً تاجر بوده، ابوالحسن نامی، به همین دلیل هم ابوالحسن در کنیه ما مونده. اما پدرش کمی فقیر بوده و بعد هم که اون فوت میکنه با مادرش زندگی میکنه و از 4 سالگی مشغول به کار بوده. دوران دبستان رو من طی کردم و از همون زمان هم آدم درونگرایی بودم، اهل شعر خوندن و شعر گفتن و موسیقی و اینجور چیزا بودم. یعنی از عرفان، من دوره راهنمایی که تموم شد عرفان رو عملا شروع کردم. دوران دانشگاه هم میخواستم برم فلسفه، منتها اون زمان ها زود متأهل شدم و بعد رفتم روانشناسی و فلسفه اصفهان خوندم. من بعد پشیمون شدم، گفتم که میرم خارج. پدرم باز تقبل کرد، من با پول پدرم که معلم بود رفتم و برگشتم و موندم و هر چقدرم در این مملکت سختی کشیدم که اصلا گوش ندادم. کارشناسی من بیشتر نگرش چپ مارکسی بود. نقد بلومر از نظریه جامعه شناسی کمک من کرد که ضعف ها رو درست بشناسم و من یواش یواش مجذوب شدم و واقعا الان فکر میکنم که ایشون در زندگی من نقش عجیبی بازی کرد. دقیقاً من رو گرایشم رو از نئومارکسی به پراگماتیسم تعریف کرد، تغییر داد. خاطره پروفسور بلومر که اینجا با هم دسته نوشته، به حسین دانشجوی محترم، یعنی دوستی که مثل گنج برای من. عرض کردم در زمانی که با کلاس بلومر رو شروع کردم، بعد از یک ترم که با هم خیلی جدال داشتیم، یه تصمیم گرفتم که همونجا بمونم که ایشون دوران بازنشستگیش اومده بود سن دیگو و من همونجا پیش ایشون موندم. و موقعی که میخواستم برگردم، خب دیگه دانشجو ممتازش بودم تقریبا. این توصیه نامه بلومر هست
که من دوره دکتری رو تمام کردم، الان تربیت شدم برای تدریس در مقاطع بالاتر در نظریه‌های جامعه شناسی. بچه هم گاهی اوقات دخترها انتقاد میکنن، خب تو چه بر نگشتی؟ وقتی که دیدی اونطور که باید. من خب اگه اونجا بودم، من چندین نظریه دارم، الان جامعه شناسان ایران نادیده ازش کنار شد میشن، سعی میکنن نبیننش. ولی خوشبختانه تونستم در این چند سالی، سه دههی که در ایران کار کردم، من 33 سالی که کار میکنم، تمام استانهای کشور من دانشجو دارم و الان خودشون مدعی تفسیرگرایی شدن و راه رو دارن ادامه میدن. سالک یعنی رفتن به طرف خداوند. اینا رو دیگه من تو کلاس میگم که نمیگم دیگه، چون میگن تنهایی جامعه شناسی رو با دین قاطی کرده، خودش هم نمیدونه چی میگه. میگن نه، میگن تنهایی، خودش هم نمیدونه چی داره میگه. گفتم خیلی چی میگیم تو عرفان؟ منو محکوم میکنن، به ما دو جا میگن، چوب دو سر نجس اینه، دانشگاهی ها میگن فلانی دینیه، دینی ها میگن فلانی دانشگاهیه. چند تا دوره مختلف کتاب دارم، یه تعدادیش نوشته خودم تنها هست و اونها به دو دسته تقسیم شده، کتابایی که منفردن چاپ شده. بعد از اونها یه 13 جلدی دارم، گفتم من کلمه 13 فراد نمی کنم، دوست دارم 13 جلدی دارم که به نام چیز هستش، بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی. من حسین ابوالحسن تنهایی هستم، استاد دانشگاه های مختلفی بودم و ثابت الان دانشگاه آزاد تهران مرکز هستم. انشالله سالهای آخرم باشه که بزودی به بازنشستگی برسم و برسم تازه به کارهای خودم، یکم ایران گردی کنم، یکم این کارهای موندم رو انجام بدم. به نام خدا. متفکر، دینپژوه و استاد دانشگاه، از پیشروان جامعه شناسی تفسیری و نظری در ایران معاصر و صاحب بیش از 20 اثر تألیفی در حوزه جامعه شناسی، جناب آقای دکتر حسین ابوالحسن تنهایی در آستانه 69 سالگی به استودیوی برنامه شوکران بسیار خوش آمدید. شکرم. آقای دکتر، جناب علی سال گذشته هشدار دادید که یک شکاف عمیق بین دولت و ملت در حال شکل‌گیری است، شکافی که مدام عمیق میشه و اگر بی‌توجهی حکمرانان به این شکاف دامن بزنه، ما به ناکجا آباد خواهیم رفت. این ناکجا آباد در نظریه‌های متفکرین سه طیف عمده وقتی بررسی میشه، خبر از یک جنگ طبقاتی میده. نظریه پردازان مارکسیست و نومارکسیست قائل هستن که دو قطبی فرادستان و فرودستان هر چقدر که تشدید میشه، ما رو به سرنوشتی مثل سرنوشت انقلاب اکتبر روسیه نزدیک میکنه و چه بسا از دیدگاه این متفکران مارکسیست ما باید در آینده نچندان دور شورش های خونین کارگری رو در ایران تجربه کنیم. به نوعی متفکرین لیبرال هم هشدار میدن که اگر حکومت بخواد در گفتمان رسمیش به جنگ فقیر و غنی، جنگ فقر و غنا دامن بزنه و اگر بخواد یک دولت مستضعفگرا حاکم بکنه، نتیجه این روند هم به نوعی جامعه رو دوباره دو قطبی میکنه و به جنگ طبقاتی امکان داره منجر بشه. مهمتر از همه، روشنفکران اسلامی و متفکران مسلمان ما در صدر اونها شهید بهشتی قائل به این هستن که شکافهای فزاینده در واقع اقتصادی و طبقاتی اگر در جامعه اسلامی ادامه پیدا کنه، بدون برو برگرد به تعبیر شهید بهشتی، این جنگ طبقاتی اتفاق خواهد افتاد. شما به عنوان یک جامعه شناس تصور میکنید اگر روند وضع موجود به همین شکل که در جامعه ایران هست ادامه پیدا کنه، ما یک جنگ طبقاتی رو در آینده نچندان دور تجربه خواهیم کرد؟
بحث من در مورد مطالبه‌گری یا گفتمان مطالبه‌گری که به جنبش مطالبه‌گری هم منجر میشه، اساسش به تئوری همکنشی نمادی بلومر مربوط میشه و تبارر شناسی خاصی هم داره از مفهوم دیالکتیک. اما گرایش این بحث بیشتر بر شانه پراگماتیسم سواره، یعنی بله، یعنی نه اینکه طرف مارکسیست ها رو میگیره نه طرف لیبرالیست ها رو میگیره. تعریف اساسی که میتونیم با شروع کنیم اینه که ما میگیم جامعه درسته که از ساختارها و نظامها و نهادها تشکیل شده، سازمانها تشکیل شده، اما خوب که دقت بکنید این سازمان یا نهاد چیزی جز همکنشی مردم یا کنش متقابل مردم نیست. و این کنش متقابل همونطور که بلومر توضیح میده با مفهوم کنش پیوسته نوعی تفسیر مشترک مردم هست. بنابراین اگر ما بخوایم جامعه رو بشناسیم، بخوایم تغییر بدیم، بخوایم اصلاح کنیم، بخوایم ارتقا بدیم یا سقوط بدیم، بایستی با این فهم مشترک و تفسیر مشترک مردم کار بکنیم. خب بنابراین توصیه ها یا پیشنهاد که از بالا به پایین میشه هیچ وقت مؤثر واقع نمیشه. بنابراین وقتی که میبینیم که مردم به یه تفسیر مشترک میرسن که برای یه چیزی که قبلا مشکل داشتن اما مطرح نمیکردن، مثلا فرض بکنید که فقر اقتصادی هم که در جامعه بود، اما این فهم مشترک یا تفسیر مشترک میشه یه کارش کرد نبود. این که میشه این رو اومد و در عرصه اجتماع، در خیابان، در اداره، در لب اداره، روبروی مجلس یا هر جای دیگه که فکر میکنن شرمنده خواهند داشت بگن، این یک تفسیر مشترکیه که به کنش پیوسته تازه انجام میده. اینجا من لازم بدونم اشاره کنم که در حقیقت من جنبش مطالبه گری را خلاف آن چیزهایی که در علوم سیاسی یا گفتارهای سیاسی تلویزیونهای ایرانی و خارجی و غیر وزالت گفته میشه از 96 شروع نمی کنم، از 95 شروع میکنم. دلی. و آغازش هم اتفاقاتی میدونم که در هبکو و ماشین سازی عراق اتفاق افتاد. نکته و من خیلی خوشحال شدم اون واقعی که دیدم و فکر کردم که گفتمان معرفت شناسی تاریخی جامعه ایران داره میرسه به یک جایی که میتونه موجب، یعنی نشان بده که جامعه داره رشد پیدا میکنه و شعور جمعیش داره رشد پیدا میکنه. قبل از اون خب مطالبه گری بوده، سیاسی و صرف صنفی یا هر چیز دیگری، اما اغلب تا شروع میشد به مطالبه گری به مسئله سیاسی کشیده میشد. اصطلاح منطقی این هست که دیالکتیک تضاد یا مبتنی بر اصل تضاد به تناقض تبدیل میشه. برای این دشمنی ایجاد میکنه. تضاد وقتی به تناقض تبدیل میشه شورش میتونه ایجاد کنه. شورش یا انقلاب حتی. داره. اما شورش وجه میشه گفت که کنش نمادی کم هست، فهم جمعی کم هست و معمولا هم شکست میخورن. انقلاب میتونه موفق بشه. اما بر اساس این گفتمان انقلاب هم در نهایت نمیتونه خیلی به نفع جامعه باشه. من میخوام به مطالبه گری به عنوان یک مبحث در این گفتگو بپردازم و اتفاقا سوالاتی رو هم در این خصوص دارم. اون تا قبل از اینکه وارد شرح و تبیین اون نظریه شما که در جایی هم فرمودید که یادگار هربرت بلومر، جامعه شناس فقید آمریکایی و نماینده مکتب کنش متقابل نمادین متوفا به سال 1987 هست که شما سالها در واقع شاگرد ایشون بودید، قبل از اینکه به اون بپردازیم پاسخ در واقع صریح و روشن به این گزاره که آیا با روند موجود جامعه ایرانی در آستانه یک جنگ طبقاتی یا نه؟ عرضم همین بود، میخواستم اینو بگم. ببینید فقط میخواستم رویکرد خودم رو در تبیین مسئله جدا کنم از دیگر. درسته. برای من معتقدم که مطالبه گری سال 95 صنفی بود، سیاسی نبود. بله. و همینطور میمد جلو و موفقم بود. در 95 رئیس قوه قضاییه، رئیس دولت، اتحادیه کارگری،
همه اینها در جهت ترمیم مشکلات عراق و شهرک سنتی عراق کمک کرد. بله. و حتی مدیر عامل عوض شد، معوقات کارگران پرداخته شد. خب این یک نقطه مثبتی است. یک همفهمی بین دولت و ملت هستش. این در یک مقطع تاریخی یک اجماعی بین معترضینی که خواستگاهشون مطالبات صنفی است با حکمرانان، روشنفکران و مدیران، مسئولان کارخانه و حتی مدیران ارشد نظام. بعد این رو ما با دیالکتیک بسیار مثبت، تضاد مثبت توضیح می‌دهیم. یعنی دو تا جناح هر دو تا منافعی دارن. بله. که این منافع با هم متضاده. کارگر و کارفرما بالاخره منافعشون متضاده. اما در یک دیالکتیک مثبت، دیالکتیک مدرن یا دیالکتیک همکنشی، این اتفاقی که میفته اینه که میگه که من میفهمم که من منافعی دارم ولی میفهمم که شما منافعی دارید. بله. این متقابل اتفاق میفته و این گفتگو باب شروع حزب به معنای واقعی، اتحادیه و سندیکا رو توضیح میده و به وجود میاره. من با خوشحالی اینو در یادداشت اولیه خودم در مورد مطالبه گری ذکر کردم، از جهت این بود که هم تشویق کنم کارگران رو که با زبان گفتگو زبان موفقیت آمیزتر است. بله. و هم تشویق کنم مسئولین اگر به حرف ما گوش کنند که این روال روالی خوبی بود، ای کاش این دوباره باز تولید بشه در جاهای دیگه. ولی متاسفانه در سال 96 به بعد این روال تغییر پیدا کرد. اون همفهمی از طرف دو مسئولین دولتی اتفاق نیفته. فقط حالا کارگران نبودن، اونایی که سپهسالاران بانک بودن، دبیران و آموزش‌پرورشی های بازنشسته بودن، اصلا گروه های مختلف بودن. من به همین دلیل گفتم که اگر ما بفهمیم که این وحدت ملی، همبستگی ملی بخواد اتفاق بیفته که یک توسعه پایدار ایجاد بکنه، باید بفهمیم که مردم هم یه پایه ای از حرکت و پویایی جامعه هستن. نمیشه که فقط بالایی تصمیم بگیرن، حالا چه مدیر کارخانه باشه چه رئیس جمهور باشه هیچ فرقی نمیکنه. مسئولین بالا تصمیم بگیرن که اینطور بشود یا نشود، اما توجهی به خواسته ها و تقاضای کارگران یا معلمین یا بازنشستگان نشود. این شکاف ایجاد میکنه، چون جامعه ما از اول چی فکر کردیم؟ فهم مشترک، همفهمیم، یعنی کنش پیوسته، درست؟ حالا اگر که ما بیام این قسمت رو نفهمیم، شکاف ایجاد میشه. شکافش چی میشه؟ مردم احساس میکنن دیگه نمیتونن اعتماد پیدا بکنن که مسئولین حرفشون رو گوش میکنند. شاید حرفشون نمیشنون یا گوش نمیکنن یا براشون مهم نیست. و هر چقدر حالا این با خشونت هم همراه بشه و ادامه پیدا بکنه، یواش یواش اون شکاف قوی تر میشه. من پیش بینی کردم از سال 95 به این طرف که اگر مسئولین بیان و شرایط گفتگو رو مهیا بکنن و اجازه بدن که این دو طیف، اون کسی که مطالبه گر هست و اون کسی که مطالبه میشه ازش، اینها با در یک موقعیت منطقی مثل اتحادیه های آزاد یا سندیکا های آزاد بشینن گفتگو بکنن و بارگنینگ کنن، چانه زنی بکنن، با گفتگو این دیالکتیک مطالبه گری صنفی راه میبره به جامعه خوشحال و خوشبخت و یگانه. اما اگه این کار نکنن، جامعه به شکاف نه فقط تبار، شکاف ملی میخوره، چون مردم مطالبه گر فکر میکنن این کار دولت میتونه کمک بکنه ولی نمیکنه. ولی نمیکنه. خب پس بنابراین فکر میکنن که پس مسئولین از سیاسی مطلوب نیستن. این صداشون شنیده نمیشه. این دقیقاً اعتماد و اطمینانشون به مسئولینشون، حالا پسر به پدر، کارگر به کارفرما یا مدیر، مردم به رئیس جمهور، حذف میشه. وقتی که این اعتماد ملی از بین بره، بنابراین اون فهم مشترک از بین میره. چون خود ملی هم آسیب میبینه و خود ملی، بله، خود ملی اصطلاحی که ما جورج هربرت مید میگیریم و بلومر، یعنی در حقیقت آگاهی که ما نسبت به وضعیت ملی خودمون در یک موقعیت کلان نظام اجتماعی ایران داریم، این آسیب میبینه. چرا؟ چون میبینیم ما کار میکنیم ولی دستمزد نمیگیریم.
یا 7 ماه معوق میشه. اگه بگیم چرا، خب تولید آسیب میکنه. خب من با برخورد غذایی من در انجمن جامعه شناسی ایران هم که سخنرانی کردم اونجا عرض کردم که اینجا باید دولت به ویژه وزارت کشور کمک بکنه که یک نوعی هماهنگی و همفکری و یک گفتمان مشترک بین این دو جناح یا چند جناح اتفاق بیفته. مطمئن باشه ضرر نمی کنید. من به عنوان جامعه شناس تفسیری دارم عرض میکنم دولت اگر این مسیر رو از 95 به این طرف میمد، ما به این همه زحمت در جامعه نمیفتیم. این تجربه هپکو تکرار میشد، گفتگوی ملی حول اون مسئله شکل میگیره در موقعیت مختلف. حالا نه حتما ملی، خیلی ممکن نیست، مثلا موقعیت کارگری، موقعیت معلمین، موقعیت بازنشستگان، موقعیت بانکداران، و دولت میمد نشون میده که داره کمک میکنه. ما اینو اصطلاحا در جامعه شناسی بلومه بهش میگیم جامعه شناسی کلینیکال یا جامعه شناسی درمانی. که حتی مثلا رئیس جمهور خودش بودجه میده که جامعه شناسان بیان میانجیگری کنن بین دو قطب. یعنی جامعه شناسی درمانی به این مفهوم که جامعه شناسی میتواند چنین اختلالات کارکردی رو تجویز کنه براش و درمان بده. دقیقاً. و این در یک مقطع شما میفرمایید در سال 95 اتفاق افتاد. بعد از اون از بین رفت، نمیدونم چرا از بین رفت، به هر دلیلی که از بین رفت، شکاف دولت و ملت رو بیشتر کرد و داره بیشتر هم میشه. و اگر بیشتر بشه اون دورنمای جنگ طبقاتی، من خوشبین نیستم، خوشبینانه نمیتونم ببینم آینده. یعنی اون ناکجا آباد کجاست؟ ناکجا آباد یعنی اینکه دولت و ملت نمیتونن به یک وفاق برسن و بنابراین یه جایی همدیگر رها میکنن. این ناکجا آباد رو من خیلی افسانه‌ای گفتم، دقیقا نه منظورم او ناکجا آباده که مثلا به جوامع برتر میرسیم، نه. یعنی ناکجا آباد یعنی نیستی، به نابودی میکشیم، چه ما از درون نابود بشیم یا از بیرون به ما حمله کنند. من این رو میبینم. اگر ما نتونیم فهم مشترک یا کنش مشترک نداشته باشیم و اعتماد ملی رو جذب نکنیم به طرف مسئولین، قاعدتاً شکست قطعیه، چه از بیرون چه از درون، چه از درون چه از بیرون. این دو فرضیه رو شاید بشه اینجا مطرح کرد. اینکه فرمودید جامعه و دولت همدیگر رو رها میکنن، بله، یعنی در فرایند تغییر دشمن هم میشن. خیلی ساده دشمن هم میشن، ولی هیچ یک بر دیگری قدرت غلبه ندارن. خب البته قدرت در دست دولت معمولا یا مسئولین یا مدیران یا پدران و مردم ندارند، و چون ندارند به هر بهانه‌ای میان حرفشون بزنن. وقتی که اعتمادشون جلب میشه، جذب نمیشه، اعتماد نمیتونن پیدا بکنن، شعارها از صنفی به سیاسی تبدیل میشه. در اصطلاح دیالکتیکی میگیم تضاد به تناقض تبدیل میشه. تناقض که به وجود بیاد جامعه به سراشیبی سقوط میره. شما نگاه بکنید در دوره جوامع... که سیکل انقلاب پشت انقلاب، کودتا پشت کودتا، شورش پشت شورش میتونه در کشور ایجاد بیماری جامعه است. من عرض میکنم شما بررسی کنید جوامع صنعتی 11 یا 13 کشور جامعه صنعتی در ظرف 100 سال گذشته کوچکترین انقلاب خونین دیدید درشون؟ ندیدید. چرا؟ چون منطق منطق تضاده. یعنی چی؟ یعنی من منفعت دارم، تو هم منفعت داری، اون هم منفعت داره. ما بیایم منافعمون رو با هم گفتگو کنیم، به یک هماهنگی برسیم. این منافع متضاد هم رو به رسمیت بشه. رسمی آفرین. یعنی احترام متقابل. یعنی که من بفهمم که سرمایه دار بالاخره سرمایه‌اش خرج میکنه که درآمد داشته باشه. اگه قراره که درآمد داشته باشه، خب که چه مگر دیوانه است این کارو بکنه. کارگر هم که میاد جانشو در خط مسیر کار میذاره، خب میخواد زن و بچه‌شو سیر کنه، زندگیش بگذره. بنابراین میخوام به این موضوع مفصل‌تر بپردازیم، ولی یک نتیجه‌ای که از بحث شما بگیرم، این فرضیه‌ای که مطرح میکنن و شما هم بهش اشاره کردید که جامعه، دولت، حکومت، اینها اگر همدیگر رو رها کنن، آیا امکان داره وضعیتی به وجود بیاد که اون بخش دگرگونی طلب جامعه راه خودش رو بره و بدون اینکه قدرت نوسازی دیوان سالاری و دولت و حکومت رو داشته باشه و بخش محافظه‌کار حکومت هم راه خودش رو بره بدون اینکه قدرت مهندسی جامعه رو دیگه داشته باشه؟ بنابراین یک توازن منفی در واقع به ظاهر یک تعادلی وجود داره. یعنی ما می‌بینیم که خیلی اتفاقات در جامعه ما می‌افته، اما هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. یک بی‌ثباتی وجود داره، ولی پشتش انگار یک ثباتی هم وجود داره. این تعادل در واقع من نزدیک یک دو دهه هست ایجاد شده. اما من از سال 95 به این طرف دیدم که این تعادل به هم خورده.
یعنی در این تعادل که شما فرمودید و تعادل قابل توجهی هم هست، اما نگاه مردم دیده نشده. یعنی باز از دید تفسیرگراها یک پایه از احتساب عملیاتی ما در تبیین هامون نیامده. ببین جامعه چیزی جز از مردمی نیست که هر روز تو کوچه و بازار کنش میکنن، هر روز تو زندگی یا اداراتشون کارخانهشون کنش میکنن، هم کنشی میکنن. یعنی نمیتواند این جامعه رو به بهبودی برود مگر اینکه فهم مشترک مردم در احتسابات مسئولین و کارفرمایان بیاد. یعنی ما برای آدم ها وزن قائل باشیم، برای اعتقاداتشون، برای حتی اگر غلط میگن اینا باید بیان تو جلساتی بشینن و بهشون بگیم که کجا اشتباه کردن. ولی اینکه بگیم که نه، اینکه ما میگیم فقط باید اطاعت بشه و دیگر نه، خب این فهم آمرانه از بالا به پایین رو بخوایم به جامعه تزریق کنیم به زور، این که بخوایم تزریق کنیم یا اجماع ایجاد کنیم، عامل اجماع، مثلا بخشنامه صادر کنیم، مثلا عوامل فرهنگی ایجاد کنیم، نمیدونم برنامه های فرهنگی بذاریم، برنامه ارشادی بذاریم، اینها نگاه پوزیتیویستی به جامعه است و من مردودش میدم. نگاه پوزیتیویستی اصلا درک نمیکنه که مردم چه میکنن. دقیقا میخواییم به این بپردازیم، چون یکی از انتقادات تند شما به همین انحصار پوزیتیویست مثلا تو دانشگاه هاست یک بحثی رو در الان متاسفانه استراتژی که داره کار میکنه در بخش فرهنگی و ارشاد چه پوزیتیویستی، ولی رغم اینکه حاکمیت هم موزه داره در مورد پوزیتیویست، ولی عملا اجراش کرده و نمیتونه بیرون بیاد. فقط این بحث رو از منظر جامعه شناسی اگر بخوایم ادامه بدیم، در کنار اینکه اون تعادل معکوس، اون موازنه منفی که جامعه و حکومت هم دیگر رو رها میکنن، برخی از متفکرین قائل به این هستن که اگر ما به یک دورنمای جنگ طبقاتی در واقع بیندیشیم و به اون نگاه بکنیم، یک امکان خطرناکی، یک در واقع وضعیت نوپدیدی شاید به وقوع بپیونده و اون کودتای رجالگان در جامعه ایرانی است. به این معنی که امکان داره یه دفعه از مجموع این فعل و انفعالات، نشنیدن صدای مردم، عدم درک مشترکی که بین دولت و مردم وجود داره، یواش یواش داره یک طبقه ای پا میگیره که طبقه جاده‌ای است، در حاشیه زندگی داره زندگی میکنه و در بطن آسیب‌های اجتماعی داره رشد میکنه و در واقع یک طبقه نوظهوری است که این طبقه حتی گاهی پیشبینی میکنن که نکنه یک دهه آینده اگر این چسب امنیت و اتوریته نظام برداشته بشه از حاشیه تهران بیاد متن رو بخوره، نه پایتخت رو بخوره. من فکرم تله اشتباهیه. آیا شما نه من معتقدم تله اشتباهیه. ببین اولا نگران ظهور طبقه رجالگان و لومپن پرولتاریا نیست. اولا اون تعداد افرادی که لومپن به حساب میان و در حواشی شهر یا داخل شهر تا مناطق مرکزی شهر ممکنه در برخی از مطالبه گریه ها دیده بشن، این تعدادشون فعلا زیاد نیست. یعنی من خودم از نزدیک میبینم، با مردم حرف میزنم. من شیوه مطالعه، من شیوه مطالعه روزمره است. با همه مردم حرف میزنم، با همه طیف ها حرف میزنم، نه به عنوان جامعه شناس، به عنوان یه شهروند. اونا نمیدونن من دارم چی کار میکنم، ولی کار خودم من دارم میکنم. اونا زیاد نیستن. ببینید من برگردم به اصل قضیه. اگر ما بترسیم از این که فهم مشترک جامعه رو بها بدیم، به اونجا میرسیم که این فهم مشترک به اونجا برسه که شماها ما رو نمیخواید اصلا، شما متعلق به ما نیستید و اون هیچ وقت نمیشه درستش کرد. جنگ طبقاتی نیست، یک جنگ ملی، یک آشوب، یک کیاسه، یک آشفتگی ملی. فراتر از جنگ طبقاتی میبینید؟ نه اصلا جنگ طبقاتی نیست، چون طبقه کارگر و اینجا در ایران خیلی خوب تعریف نشده، اون خودآگاهی طبقاتی وجود نداره، اصناف پراکنده هستن. اتحادیا میتونه اینا رو هماهنگ بکنه، ولی حسن اتحادیا و سندیکاها اگر مستقل باشه و نشون بده، یعنی اعتماد مردم رو جلب کنه که اینها زیر فشار مدیران یا مسئولین نیست، این باعث میشه که حرکت‌های آشفته مردم که میتونه کیاس ایجاد بکنه و باعث موجب ترس بعضی‌ها از این آقایون شده، این از بین بره و منظم رفتار بکنن. به همین دلیل شما نگاه بکنید، آخه فقط مملکت ما که آشفتگی نداره، همه جهان آمای آشفتگی داره. چطور در کشورهای صنعتی این کیاس ایجاد نشد؟ جمع شد مطلب، اون تضادی که شما فرمودید رو رسمیت چه اونو کنترل کردن، تضاد فهمیده شد، تضاد احترام مورد احترام واقع شد و قانونمند شد.
و این راهی است که تمام جوامع پیش رفتند. با فشار بر مردم که شما نمیدونید و فقط ما میدونیم و شما حرف ما رو گوش کنید، این فقط اعتماد ملی از بین میره. منتها دولت رو همیشه فراموش میکنید که نماینده مردمه. شما خوب به مردم گوش کنید تو کوچه و بازار که میگن نه دیگه این نماینده من نیست. یه اینجور قبول ندارن. خب چیه؟ نمایندگی میکنن در یک دولتی. دقیقا نمیتونیم. بنابراین دولت هم من نمیخوام حالا تفکیکش کنم از حاکمیت. یه جاهایی منفک هستن، یه جاهایی نه با هم کار میکنن. ولی مهم نیست. ببین در هر کجا اینطوره. من در خود آمریکا بررسی کردم، حاکمیت آمریکا غیر از دولت آمریکا است و حاکمیت آمریکا هم گاهی اوقات دولت‌ها رو تعیین میکنه، حتی رئیس جمهور تعیین میکنه. اما در کانادا، در آمریکا، در انگلیس، فرانسه، چیزی که اونجا اتفاق میفته و همین جامعه شناسی درمانی کلینیکال کار کرد اینه که ما در برابر مردم بگیم صدای شما رو شنیدیم، فهمیدیم، قبول کردیم، اینم نشانه هاش. نه این که مثلا به همون بحث هفت تپه که مثال زدید، چندین چند بار هیچ کدوم از چیزهای دولتی نرفتن سر بزنن. خب خوب بود که میرفتن سر میزدن. یا مثل این که مثلا یه زلزله اتفاق افتاده. الان در زمانی که داریم صحبت میکنیم، نقش دولت و قوه قضاییه بر عهده گرفته و قوه قضاییه است که تازه سعی میکنه به بعضی از این موارد صنفی ورود بکنه و کمک بکنه. کمک بکنه و مشکلاتش، یعنی یه اختلال نقش ها رو اما داریم تجربه میکنیم. حالا شاید اختلال نقش تعریف بشه، شاید هم نوعی جبران نقش ها بشه. ولی من توصیه‌ام به تمام استقوه این است که حقیقتا اگر که ببینید، فکر نکنن که اونا جامعه بهتر از ما میشناسن، همونطور که ما بهتر از اونا فقر رو نمیشناسیم یا سیاست رو نمیشناسیم یا با اقتصاد نمیشناسیم. این جامعه یعنی این که مردم باور کنن همدیگر رو، و بنابراین باید تمام سه قوت باور کنن، باید نشان بدند که ما فهمیدیم و داریم به شما کمک میکنیم. در عراق انجام دادن، در هفت تپه شروع کردن و انجام دادن، البته وسط کار دو مرتبه. به نظر من فکر میکنم، من خودم حرصم این بود، اون ترسی که شما گفتید به طور ناخودآگاه مثل خوره به جان مسئولین افتاده و این باعث میشه که شکاف بین خودشون و مسئولین مردم ایجاد. من مطمئن هستم، یک حرفی من از یک زمانی کنفوسیوس نقل میکردم، اونم به زبان تاریخی، یک نوعی تفسیرگراست. مردم ازش میپرسیدن که یک دولت چقدر دوام پیدا میکنه یا با چه شرایطی. سه تا نیاز رو بسنید. سه تا نیاز، آفرین، یا خوندید یا حالا من فکر کنم که مخاطبین شما بشنن. یکیش میگفت خب مردم باید غذا بخورن، مردم بایستی امنیت نظامی داشته باشن و مردم بایستی اعتماد داشته باشن. بعد میگفتن خب یک شهر حذف کنیم چی میشه؟ حالا غذا رو، میگفت نه غذا رو حذف کنی طوری نمیشه. بعد میگفتن خب اگر اون یکی دیگه هم بتونیم مجبور بشیم حذف کنیم، فقط یکیش رو نگه داریم. گفت مردم اگر اسلحه هم نداشته باشن با چنگ و دندان دفاع میکنن، مثل اوایل انقلاب که دیدی مردم بدون هیچ چیز با تمام قدرت ها جنگیدن، درست؟ اما اعتماد، اگر اعتماد مردم زایل بشه، هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری بکنه. هیچ سیستم قدرتمندی با تمام قدرت های نظامی و امنیتشون محال موفق بشن. من اینو بهتون از یک جامعه شناس قول میدم، نمیتونم بفهمم مگر با پشتوانه اعتماد ملی و امن و اطمینان ملی. دقیقاً شهید بهشتی 7 ماه بعد از انقلاب همین پروسه رو هشدار داد و راجعش بحث کرد و گفت اصلا نظام حقوقی اسلام موظفه که بتونه این اعتماد رو از طریق جذب بکنه و راهش هم کاهش فاصله طبقاتی ایشون مطرح کرد و حتی در یک دوره هم شهید بهشتی عذرخواهی کرد از ملت، گفتش ما نتونستیم الان که چند وقت از انقلاب میگذره این مناسبات رو ترمیم بکنیم و اتفاقا حکومت باید بسیار به این توجه داشته باشه. یک تعبیر کنفوسیوسی شد شهید بهشتی. بله
بله. و خب مسئله‌ای که وجود داره اینه که چند نظر در اینجا مطرح میشه. یک جریان انقلابی داخل حکومت و جامعه ما هستش که خب بسیار تلاش میکنه که زمینه‌های مردمی ایدئولوژی و مکتب اسلام رو فراهم بکنه و خب همیشه طرفدار مستضعفین بوده و سعی کرده که این شکاف بین دولت و مردم رو جبران بکنه، حداقل شعارش رو داده و شعار هست ولی عملش در عمل این که چرا موفق بوده. چند جا تو ایران زلزله و سیل آمد از چند سال پیش کرمان حساب بکنید تا کرمانشاه تا خرم‌آباد و قلب ایران در پارسال، الان زمستان داره میاد هیچ اتفاقی نیفتاده. خب مردم چطوری اعتماد کنند؟ تازه پیش قراول خیلی از این بازسازیان باز همون تازه گروه های جهادی بودن و مردمی بودن. خب گروه هایی بودن که خودجوش بله کار کردن. من چند تاشون با من تماس گرفتم، من موقعی که راجع به همین جامعه شناسی درمانی در انجمن سخنرانی کردم اومدن به من گفتن که ما داریم در خرم‌آباد یا کجا انجام میدیم، قرار شد من برم منتها به خاطر برخی از گرفتاری‌ها نتونستم برم ببینم از نزدیک. در این ساخت موجود امکان داره حتی اون نیروهای انقلابی که در صدد ترمیم این شکاف‌ها هم هستن شکست بخورن؟ نه الزاماً. ببین یک خان جامعه مثل خانواده تصور بکنیم برای اینکه همه بفهمیم که داریم چی میگیم. بچه های خانواده توقعشون از پدر مادر چیه؟ به قول قدیم میگفتن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. توقعشون از پدر مادر اینه که زندگی رو مرفه کنن، اداره کنن. این اعتماد جا. حالا اگر ایشون بره به داداشش برسه، به عموش برسه، نمیدونم پدر، نمیدونم به دایی برسه، به همسایه‌ها برسه، بچه های خودش غافل باشه، بچه ها چه احساس بدن؟ این منابعش رو حکومت درست هزینه کنه برای راستای من. من حتی در یکی از این بحثام در جامعه شناسی همین درمانی در انجمن پیشنهادم این بود ما اگر بیام ردیفای بودجه رو عوض کنیم، خیلی ساده، یعنی کار انقلابی نیست اصلا، بس تغییر هیچ چیزی به طور اساسی نیست. مسلما در ابتدای کار یک کمی تغییرات ایجاد میشه، یک کمی توقعات شاید بیشتر بشه، مثل یه فنر بسته است که وقتی بازش کنیم به قول روانشناسا یک کم بیش از حد خودش باز میشه. این اتفاقات میفته در توسعه اجتماعی تمام کشورهای پیشرفته، این اتفاق افتاده، باید تحمل کرد. راهش گریز از این مسئله نیست، راش بودن و درمان کردن و کمک کردن و همفکری کردنه. چی میفرمایید باید تحمل کرد؟ خب بعضی از جامعه شناسان در بحثاشون مطرح کردن که دیگه تاب‌آوری جامعه پایین اومده. بله. و آسیب پذیریش بالا رفته. به خاطر اینه که عرض کردم شکافی قطعی اعتماد ملی از بین رفته. در ادامه همین بحث بعضی از متفکرین مرحوم آقای دکتر قانه راد بله. رئیس فقید انجمن جامعه شناسی ایران که این اواخر اعتقاد داشتن که جامعه اصلا قدرت ترمیم خودش رو از دست داره میده. درست. بنابراین اگر ما به این گزاره ها و صدق این گزاره ها اعتقاد داشته باشیم، این بحث ها دیگه خب همین بحث های آسمانی نمیشه. یعنی جامعه که قدرت ترمیم نداره، در واقع دولتی که نمیتونه اون شکاف ها رو پر بکنه، و باز نباید به اون تئوری که عرض کردم که اون معادله در واقع خب فاجعه اینجا منفی و که مردم نتونند و دولت هم نتونه، اون وقت یه اتفاق میفته مثل آتش فشان که یا از درون شعله ور میشه یا از بیرون شعله ور میکنند، در هر دوتاش خطرناکه و به نفع هیچ کس و هیچ کس هیچ چیز نیست، همه چیز به هم میخوره. همیشه میشه از تحلیل موقعیت فرصت رو پیدا کرد و بهترین راه عملی رو پیدا کرد. به نظر من در این مورد غفلت شده و این غفلت از سوی مردم نیست، از سوی مسئولینه. بایستی به فهم مشترک مردم، درخواست های مردم حتی اگر نادرست باشه گوش کنن و اجازه بدن حرف بزنن و گفتگو بکنن. ولی اون چیزی که من در مطالبه گری ها دیدم همشون معوقاته، حقوقش ندادن یا سپرده هاشو بهش پس نمیدن یا سیستم تغذیه دانشجویی خرابه،
حالا منم اگر بخوام دعوای دانشگاهی خودمو بگم، منم این مطالبه گر میشم. بله، میخوام اتفاقا دانشگاه میفته. بپردازیم بهش که در این پروسه که هم جامعه آسیب شناسی میشه، هم دولت آسیب شناسی میشه، نقش روشنفکران و متفکران ما هم هست. در این حوادث ما میبینیم که روشنفکران عرصه عمومی، متفکران علوم انسانی که جامعه شناسان هم در این زمره قرار میگیرن، آچمز میشن. یعنی ما متاسفانه انگار یک عقل منفصلی که باید داشته باشیم و یک قوه عاقله‌ای که باید یک جامعه داشته باشه که اون آکادمیسیان ها، تئوریسین ها، متفکرینش هستن و روشن فکرانش هستن، اینها در واقع آیا از این مناسبات اثر پذیرفتن که کار کردشون رو از دست دادن یا دلایل عدم کارکردشون باید؟ برخورد شاید برخورد ناخوبه مسئولین شاید باشه، برخورد ناخوب وزارت کشور شاید باشه. اینا یه دلایلش این هست، ولی دلایل دیگری هم وجود داره. ببین، روی کرده اغلب متفکرین جامعه شناس هست، اینا که جامعه شناسی سیاسی فکر میکنن، بیشتر این نگاهشون همون تناقض و دیالکتیک قطبی است، که یعنی میگن که این اختلاف میره تا یه جایی که منفجر بشه، وقتی کار درستی اتفاق میفته. خیلی به خاطر همین که من این موضوع رد کردم و موضوع پراگماتیستی مطرح کردم، من مورد انتقادم هستم که من محافظه‌کاری کردم میکنم. من محافظه‌کاری نمیکنم. من فکر میکنم که حرکت اجتماعی اگه با تفسیر مشترک نباشه و با حرکت‌های کودتایی یا انقلاب حزبی باشه، فشار حزبی باشه، شکست بعد از انقلاب خواهد بود. شما نگاه بکنید، اغلب انقلابی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده، شکست‌ها در جا شکست خوردن، در جا زدن، پس رفتن، پیشرفت نکردن. چون تناقض درش وجود داره. تناقض یعنی اینکه آدما با هم دشمنن، همدیگر باور نمی‌کنن، اساساً به دیده دشمنی به هم دیگه نگاه می‌کنن. بنابراین غارت اموال میشه، کشت و کشتار میشه و خیلی چیزهای دیگه. ولی ما میتونیم با گفتگو و اینکه بگیم مصلحت من اینه، مصلحت تو کارگر اینه، مصلحت تو چیز معلم چیه، خب تو بگو چی هست. و با این گفتگو من برمیگردم میگم که من به اصطلاح پراگماتیسم یعنی که ما بیام از موقعیت موجود بهترین راه رو انتخاب بکنیم که به طرف رشد و توسعه بریم، بدون اینکه دوباره یک انقلاب خونین نشه و بعد دو مرتبه ما واگشت‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی. چه در همین مقطع هم شما رو متهم میکنن به سیاست زدایی از مطالبه گری. یعنی شما وقتی میفرمایید که ما باید تمرکزمون روی این ادبیات مطالبات صنفی باشه و این مبارزات سیاسی اغلب در کشورهای کمتر توسعه یافته مثلا به دلیل فقدان سندیکا، حزب و مسائل اینگونه شکست میخوره، برخی از منتقدان میگن این نوع مطالبه گری که شما ترویج میکنید نوعی سیاست زدایی از حرکت های اعتراضی مردمه و به همین جهت شاید، چون شما فرمودید که میگن محافظه کاری میکنید، شاید به همین دلیل هم شما رو محافظه کار میکنید. خب ببین، برداشتی که من داشتم در مطالبه گری، مطالعات شخصی خودم، رجوع به میدان های مطالبه گران، گفتگو با مردمه. مردم ممکن وقتی باشون حرف میزنی خیلی ناراحت بشن و خیلی با شاید با تندی هم انتقادهای وحشتناک بکنن به همه چیز، از حکومت، دین، همه چیز بکنن. ولی من باشون حرف میزنم، باشون صحبت میکنم که ببینم مشکل چیه، چه میدرک میکنن. متوجه میشم آخرش میرسم به مسئله صنفی اقتصادیشون. یعنی اگر که مسائل صنفی 90% مطالبه گران حل بشه، اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. مردم خیلی سیاسی نیستند، سیاست زده شدند. چرا؟ چون میبینن که هر چه داد میزنن گوش کسی نمیده، این باور رو از جاهای دیگه شنیدن که پس بنابراین هیچ اسم فکر شما نیست. خب دولت هم با بیعملی، با عمل نکردن ثابت کرده که بله طرف مردم نیست، باید عمل کنه. دیره، دیر شده، همه الان هم دیر شده، اعتماد داره از بین میره. من اون 3 سال پیش گفتم اعتماد از بین رفته، ولی میشه همیشه جبران کرد. در این میان به دلیل اینکه اعتماد جامعه به دولت، به بخشی از متفکران، به بخشی از در واقع مسئولین از بین رفته، آیا ما داریم بخشی از جنبش های بی سر و بدون رهبر رو
تجربه میکنیم که اینها دیگه وابسته به اشخاص نیستن، چون انگار اعتمادی در همین اعتراضات صنفی هم که اخیرا جامعه ایران، من اساسا میگم از 2006 چون جامعه جهانی هم نگاه میکنم، جلیق زهدار هم دنبال میکنم، از 2006 به این طرف جنبش های بی سر شروع شد، بدون رهبری شروع شد و موفق تر خواهند بود. این یعنی اینکه کنش مردم، هم کنشی مردم، کنش پیوسته مردم داره خود به خود منجر به یک اتحاد گروهی میشه و نیاز به یک رهبری نداره. مثل جلیق زهدار، جلیق زهدار نداشتن هیچ رهبری. روزای اول اتفاقا کسانی که اینها رو به اصنفی به سیاسی کشیدن نمایندگان حزبی بودند که میخواستن علیه سیاست مکرون کار بکنن. اگر که این واقع اتفاق نمیفتاد، جلیل زهدار اصلا به آتش کشی و آتش سوزی و نمیدونم به این خرابکاری ها نمیرسیدن و همون کار خودشون ادامه دادن، یعنی کاری که بایستی چیز سوخت فسیلی رو از بین ببرن و بعد این بحث عرض و تقاضا و هزینه و درآمد رو بررسی بکنن و یه نقشی بدن به مردم در اداره امور زندگیشون، ولی وقتی که دیدن توجهی نمیشه و احزاب هم مداخله کردن، این چیز صنفی رو، مطالبه صنفی رو بردن به طرف اینکه اصلا مکرون اشتباه میکنه و بعد سیاسیش کردن. در ایران هم همین اتفاق افتاده و مسئولش مردم نیستند، مردم مطالبه‌گر صنفی کردند. من اگر میگم به دو دلیل، اولا مطالعه من مستقیم از مردمه، از روزنامه ها نیست، از تلویزیون نیست، من با مردم دائم صحبت میکنم، این یک. دوم چرا میگم، گفتم اول عرایزم گفتم من این جهت تشویق دو گروه گفتم، یکی مردمی که مطالبه گرن، یکی دولت که تشویق بشه به اون عمل گفتگو، همونطور که در سال 95 موفق بود. بله. خب چرا اینو میگم؟ چون تجربه دیدم، تجربه کردم. شما به من نشون بدید انقلاباتی که در این 100 ساله اخیر در کشورهای مختلف اتفاق افتاد و بعدش ناکامی‌های فراوانی ندید، در زمینه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی. اما سیاست توسعه پایدار که با تضاد مثبت گفتم هست، در کشورهای صنعتی هر روز داره میره جلو. پس موفقیت آمیزه. پس اگر ما بتونیم به جای اینکه مردم رو دو گروه بکنیم، روبروی هم قرار بدیم و جامعه رو دو قطبی بکنیم و دو قطبیش بکنیم، اگر ما بیایم سیستم یا نظام سندیکالیزم رو ایجاد بکنیم، اما اعتماد بدیم واقعا دیگه نباشه که وضعیت کشور بخواد سندیکا رو هدایت بکنه یا رئیس جمهور بخواد خط بده، واقعا سندیکای کارگری، سندیکای معلمین، سندیکای نقاشا، سندیکای نویسندگان، اینها بشینن با هم دیگه، نوعی فدرالیشن به اصطلاح فدراتیو، اینها با هم دیگه همکاری بکنن طبق قانون و هر چیزی هم که فکر میکنن که باید قانون عوض بشه، خب میدن به دولت، میره به قانون گذاری، دلیل میارن، نمایندهش میره مجلس صحبت میکنه. ببین کانال میتونیم ایجاد بکنیم، نباید بهراسیم از اینکه اتفاق میاد، اتفاقش خوبیه، نه اتفاق با. توجه نکنیم به این دل که نکنه خراب بشه، مثل اونه که ما بچه‌ها رو ببندیم تو خونه، با بچه‌ها دیگه تماس نگیرن، یه وقت خانه گریز میشن، همین بچه‌ها زودتر خانه گریز میشن. و این تجویز شماست برای رهایی از دو قطبی های اجتماعی که الان جامعه در همه زمین ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و احزاب مستقل و مردمی، کارگری، معلمی، نه به معنای الزام مارکسیستیش. من برای مارکس ارزش قائل هستم، عرض بکنم مارکس مارکسیست نبود، خودش اعلام میکنه، انگلس مارکسیست نبود. و اون آخر عمرش اتفاقا نظریه که من میدم و خیلی کسانی که تو کار مارکس کار میکنن اونم به من حمله کردن، من بر اساس سخنرانی که مارکس در سال 1872 در آمستردام انجام میده، میگه انقلاب دیکتاتوری پرولتاریا حتما نباید در همه جا اتفاق بیفته، کشورهایی هستن که میتونن بدون انقلاب مسلحانه یا دیکتاتوری پرولتاریا به طرف کشور توسعه یافته سوسیالیستی حرکت بکنن. مثلا چی؟ مثلا این 5 فرمولی که ملی میگن جهانی نیست، اصلا فقط برای اروپا تجویز شده و اینها مارکس رو هم درست نفهمیدن. دقیقاً. و
بنابراین در رای کشور انگلستان و آمریکا میگه برای یونایتد اتازونی، کشور ایالات اتازونی و یونایتد کینگدام انگلستان، ای برای این دو کشور من فکر نمیکنم انقلاب مسلحانه یا دیکتاتوری پرولتاریا وجود بیاد. متاسفانه بحث از جامعه شناسان یا اهل فضل میان ایراد میگیرن که چرا مارکس پیش بینی کرد اتفاق نیفتاد. میخوام اینو بهتون بگم، حتی مارکس هم به نظر من اواخر به این نتیجه رسید که اتحادیه‌های کارگری در نیویورک موفق‌تر هستن تا دیکتاتوری پرولتاریا. من تجربیاتی که به طور نظری پیدا کردم و تو ایران تست کردم دارم توصیه میکنم بهتون که اگر شما بیاد احزاب واقعی، اتحادیه‌های واقعی، سندیکای واقعی ایجاد کنید و در عمل نشون بدید که به کمک مردمید، پول خرج خود مردم میکنید، مطمئن باشید ملت یگانه میشه. هرچه در این موقعیت کاهش بدید، سستی بکنید، کاهلی بکنید، از دستتون در میره و ایته این سه سال خیلیش از دست در رفته. من توصیه که میکنم برای جامعه خودمه، جامعه که بعدش بزرگ شدم، من پرورش داد و بچه های من توی این مملکت میخوان بزرگ شد. من امکان رفتن و برگشتن تدریس در دانشگاه داشتم، هم تدریس میکردم که اومدم. متو معمولیت بلومه به من داد که بیام روی این تفسیرگرایی کار بکنم. خب اومدم. دوستم توی مملکت کار کنم. من بیشتر از خیلی از آقایونی که ادعای به اصطلاح نگرانی و دغدغه میکنن، نگرانی و دغدغه برای مملکتم دارم. متعدید مردم. بنابراین اگر تجویز میکنم مثل پزشک. من یه بارها گفتم به پزشک شما برید دندون پزشک برید پیشش. میگه یکی از دندان درد میکنه، وقتی بررسی میکنه میگه نه فقط این دندان، فکت و لثت و کجا و کجا هم مشکل داره. شما ناراحت میشید؟ نه، استقبال میکنید. ولی من جامعه شناس اگه بگم که چیدمان سلسلمت قدرت در استانداری شما خرابه یا برنامه‌ریزی ناجوره، میگن نه این ما بهتر میفهمیم، اینا فتنه گری میکنن یا اینا وارد نیستن یا نظر خوب ندارن یا دشمن هستن. من مال این مملکت هستم. من فکر میکنم که اگر این توصیه تفسیرگرایی رو، مبانی نظری تفسیرگرایی رو برای استراتژی‌های جدید به کار ببرن بدون فوت وقت، جامعه نجات پیدا می‌کنه. به این بحث هم میخوام اتفاقا بپردازم، چون بحث مارکس هم شد و اون کشفهمی هم که شما اشاره کردید راجع به مارکس هنوز در بین اساتید دانشگاه‌های ما وجود داره، همین کشفهمی راجع به تفسیرگرایی هم دقیقاً وجود داره و در جایی هم شما اشاره فرمودید که حتی اینا که ادعای پوزیتیویسم هم میکنن، یه پوزیتیویسم مخدوشه. خود پوزیتیویسم که بر مبنای تجربه گرایی هم هست، شما فرموده بودید که اینها درست درک نکردن. به این بخش خواهیم پرداخت. قبل از این که به این بخش بپردازیم، به عنوان آخرین سوالی که در زمینه وضع اجتماعی ایران دارم، شما به جنبش های مصنوعی پس قائل نیستید؟ یعنی اعتقاد ندارید در هر مسیری از رشد جنبش ها وقتی که اون تضاد رعایت نشه و به تناقض کشیده بشه یا ستون پنجم های ایجاد بشن، قاعدتا احتمال انحراف و کجروی هست. نه فقط در ایران یا عربستان یا در کشور دیگه، در آمریکا، در کانادا، همه جا وجود داره. توجه میکنید؟ پس بنابراین اینها از نظر ما مهم نیست. مثل اینه که شما دارید میرید یک بسیار که دوره درمانی پزشکی ایجاد بکنید، یه بخشی از داروها ممکنه یه بخشی از قسمت‌های بدن تا آسیب بزنه، ولی اصل فرایند حرکت به طرف بهبودی است. از نظر شما مهمه، چون شما در بحث مطالبه گری فرمودید که اگر مطالبه گری از صنفی به سیاسی تبدیل بشه حرکتش منحرف میشه. چطور اینجا میفرمایید؟ نه الزاما نمیشه. اجازه بدید، اگر که جنبش‌های سیاسی داریم که درستن، مطالبه گری من حتما جنبش اشتباه نشه، شاید هم دیگران هم بد فهمیدن. جنبش ها رو من شش نوع جنبش معرفی کردم. یکی جنبش مطالبه گری سیاسی هستش، اما الزاما قطبی بودنش، من دیالکتیکش رو قبول ندارم. روایت هم هفت نوع بود که در ایران شما هفت نوع بعد شد که منطق دیالکتیکی مطالبه گری باید قطبی نباشه، بایستی چند اسلوبی باشه در اصطلاح، یعنی تضاد مثبت در نظر بگیر. حالا این ممکنه مطالبات سیاسی باشه، مثلا فرض بکنید که اصولگرایان و
اصلاح گرایان تشخیص بدن که اون موازنه قدرت نادرسته و به نفع دولت هست یا به نفع حاکمیت یا به نفع نظام یا طرف جامعه ایران هست که این تصحیحاتی در زمینه ارتباطات این دو حزب اتفاق بیفته. این مطالبه سیاسیه، اینها میخوان شوکان یا اونها میخوان شوکان، این اشکال نداره، این منطقیه، اینها قطبی نیستن، نمیخواد اصولگرا اون رو نابود بکنه یا اون یکی رو نابود کنه یا دوتاشون کل نظام رو نابود بکنن. بس قطبی بودن رو من، دیالکتیک قطبی رو من قبول ندارم. نه اینکه قبول ندارم، خب دیالکتیک قطبی وجود داره، اما معتقدم مفید نیست. یعنی موجب پیشرفت تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته نشون میده دیالکتیک قطبی معمولا رو به واگشت میره. کشورهای جهان سوم در انقلاباتشون یا به اصطلاح انقلاباتشون نشون دادن که رو به واگشت میرن. بنابراین من اعتقاد به اتحادیه، سیستم اتحادیه‌ای و سندیکایی دارم که اینها بیان. حالا میخواد مطالبه گری مثلا مدنی باشه، مطالبه گری فرهنگی باشه، مطالبه گری دینی باشه، حتما صنفی نیست. من نگفتم اینه، من عرض کردم آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد. اشکال شما این بود که مطالبه گری صنفی رو نباید منحرف کرد به سمت مطالبه گری سیاسی که جزء ذات اون نیست. نیست، آفرین، کاملا درسته، برداشتشون کاملا درسته. چون مطالبه گری صنفی بر اساس یک سری همفهمی‌های شروع شد که اگر بخواد به سیاست تبدیل بشه، یعنی تبدیلش بکنن، چون اون آگاهی مقدماتی رو نداره به انحراف میره. بله. اما یک مطالبه‌گری سیاسی از ابتداءن بر اساس آگاهی سیاسی از اوضاع مملکت اتفاق بیفته، اون درست حرکت میکنه. مثلا این نیست. عرض کردم هر حرکت بر اساس فهم مشترکه. مطالبه‌گری صنفی بر اساس مسائل معیشتی به وجود آمد. مطالبه گری دینی یا فرهنگی ارزش‌های دیگری رو دنبال می‌کنه. اینو اگر در همدیگه ادغام بشن، ترکیب بشن، نه اینکه امکان حتما انحراف هست، ولی امکان خیلی زیاد انحراف هست و بنابراین باید به احتیاط به حرکت صورت بگیر. به این دلیل از نظر تفسیرگرایی که مقدمات لازم برای اون فهم مشترک تبدیل به سیاسی بودن رو نداره، چه اتفاق می‌افته؟ ناگهان کسانی که اصلا سیاسی نبودن سیاسی میشن، ولی سیاست خیلی هم درکش نمی‌کنن. بله، فقط شعار میدند. سیاست زدگی غیر از سیاست دانی یا سیاست مداری است، تحلیل سیاسی نیست، سیاست زدگی است، مثل غرب زدگی به هم معنایی که مرحوم آلمد میگفت یا همین مفهوم غرب زدگی در سطح با سیاست برخورد کردن علل قاعده دیگه، یعنی به معنی غرب زدگی فهم و آگاهی سیاسی نیست، ولی شعار سیاسیه. بله، برای همینه که ما تشویق میکنیم به تفکر انتقادی و نگاه چند سویه و اساساً اون پرسپکتیو های چند بعدی رو دیدن. اما مهمترینش انتقاد از خوده، انتقاد از خیشتن. بس خود انتقادی رو فرمودید، یکم به نقد هایی که به شما هم میشه بپردازیم. هم بحثش میشه. 33 ساله اومدم ایران درس میدم در دانشگاه و سعی کردم تفسیرگرایی توضیح بدم، خودم توضیح بدم، ولی متاسفانه همکاران و دانشجویان نخونده قضاوت میکنند. یعنی بدونی که ما رو بشناسند، نوآوری های ما رو، نوگرایی های ما رو، رویکردهای تازه ما رو محکوم به غیر جامعه شناختی کردن. این نوآوری ها و نوگرایی چیه در انتقاداتی که به شما میکنن؟ مثلا آقای دکتر تقی آزاد ارمکی در یکی از آثاری که منتشر کرده بود اشاره به نظرات شما کرده بود، گفته بود که آقای دکتر تنهایی بعد از این همه سال چیزی در زمینه مکتبی که ترویج میکنن ارائه ندادن، یا اون جایی که شما این مکتب رو از نظر روش بومی میکنید، نه از نظر اصول موضوعه به این معنا که فارابی بگیرید یا ابن خلدون بگیرید، اون از توضیح دارید این رو در آثارتون بومی میکنید، جامعه شناسان این باز به شما ایراد میکنن که ما از این جامعه شناسی بومی، حالا که سبقه های اسلامی و دینی هم به دلیل رویکردهای شما در برخی از سطوح من سعی کردم یک دهه حداقل تمام تابع دینی رو بذارم کنار و فقط جامعه شناسی تفسیری کنم، به این دلیلی که جامعه دانشگاهی ما اساسا این مطلب رو درک نمیکنه، نمیخواد بفهمه که میشه این کار کرد. برای من گفتم یه جدال بذار کم بکنم، یه جدال بیشتر بگیرم، چون شما قائل به اینید که گوهر علم و دین با هم سازگاره. من معتقدم سازگاره، ولی آقایون اعتقاد ندارن و اشکالی اساسا اینجا کوتا اومدید به خاطر اون جوی که وجود داشته. کوتا اومدم به خاطر که حداقل یک کار رو تمام کنم، جامعه شناسی تفسیرگرایی دقیقا به اتمام برسنم.
ببینید یه نکته پاسخ به این انتقاد که نوآوری و بله. دستاوردهای شما در تفسیرگرایی چه بوده برای بله. من یه نظریه ای رو در قشبندی توصیف کردم و سنخ شناسی جامعه که نمونه هاش رو در چند جامعه نشون دادم بر اساس این تلفیق پارادایمی که عرض کردم ساختم به نام توری جوامع برون ساخت درون ساخت. بله چون جامعه ایران رو برون ساخت میدونید. بله حالا بپرسید از آقایون که من چجوری تعریف کردم جامعه درون ساخت. آخه نخوندن میگندم هیچی نگفته. خب چه چیزی نگفتم؟ ما قشر فرادست و فرودست، طبقه فرادست و فرودست رو در چهار طبقه ردیابی تاریخی کردم در چند دوره تاریخی. از دوره ایران باستان. دوره ایران باستان کار کردم، چند دوره دیگه کار کردم، تو پهلوی کار کردم، پهلوی اول کار کردم، پهلوی دوم کار کردم. مجموعه اینها رو نونان جامعه دون ساخت برون ساخت در حال آماده شدن برای نشر، هنوز برای نشر نفرستادم. اینا نتن تو کارهای من هست، تو سخنرانی‌های من هست. ببین من همون لحظه صحبت میکنم حرف منو گوش نمیکنن. من در انجمن جامعه شناسی ایران سخنرانی میکردم، دبیر اون انجمن اون زمان مرحوم دکتر عبداللهی بود. من با سند صفحه‌ای میگفتم که بلومر دیدش دیده مکرو نیست، میکرو نیست، مکرو هم نیست. او اساسا تفاوت بین میکرو و مکرو به اون معنا که شما میگید قائل نیست. اون با یه تمامیتی بر جامعه قائل هست که میتونه واحدهای کوچکتر یا بزرگتر و حتی اصطلاحاتی رو استفاده میکرد که ریتزر استفاده میگفت که این اصطلاح رو برای سیستم گراها و ساخت گراها به کار میبریم، لارج اسکیل اورگانایزیشن. و بلومر چون اینو به کار نبرده اون تفسیر چیز خودگراست. من اینا پارادایم تفسیرگرایی میگم پارادایم خورده خورد. کلان نیست. من تمام این ادله رو آوردم. خب حداقل میتونست آقای در خلاصه آخر سمینار آقای دکتر عبداللهی بگه که جامعه شناسی تفسیری خردگراست ولی به زعم تنهایی نیست، ولی نتیجه ایشون بود که هست. یعنی این همه من نمیصد یک ساعت حرف زدم یاوه گفتم. من واقعا متاسفم از اینکه نه کتابای آدم میخونند اما به حرفای آدم خوب گوش میکنند. من کاری که من کردم مثلا همین بحث مطالبه گری خب بیس تئوریک داره. من حرف همینطوری روزنامه ای که نمیگم، من روزنامه نگار که نیستم که. من بحث بیس پراگماتیسم و جامعه شناسی تفسیری که پراگماتیسم البته کاربرد داخلی داره و تئوری منطقی دیالکتیک چند اسلوبی بحث تبیین مطالبه گری شروع کردم. کدوم یکی از آقایون کردن کارو؟ من الان وقایع روز رو دارم من تبیین میکنم. من پیشنهاد کردم جامعه شناسی درمانی میتونه این مسئله حل کنه. خب بیان بگن تو اشتباه میکنی، ولی من کردم. من وضعیت جامعه معاصر رو میگم اینجوری میشه معالجش کرد. چرا جامعه شناسی کاربرد نداشه کار من؟ دو نظرگاه پیش میاد. یکی این که وقتی متفکران، نخبگان و روشنفکران این درک مشترک و مفاهمه و زبان مشترک رو ندارن و گاه فقط در که مشترک نیست باید زمین بخونن. ببینید آقای بلومه قبول میخوام بگم که دهقان لهستانی نقد کرد، ولی چیکار کرد؟ دهقان لهستانی کتابی بود که اومد خوند سطر به سطر و نقدی کرد که یک نقد کلاسیک در جامعه شناسی آمریکا است. شما بیان کتاب رو، یکی از آقایون دیگه حالا از همکاران اسم نمیارم، یه دونه کتاب قدیمی منو گرفته نقد کرده که اونقدر سوس بود که من جواب ندادم، یکی از دانشجوهای من جواب داد. خب من در طول این 30 سال تمام حرفای خودم رد کردم. من یه زمانی مارکس و عوامل‌گرا میدونم، الان جزء تفسیرگرایی اروپایی تلقیش میکنم. آدم که ثابت نمونه، من که فقط جزوهای درسیم برام نیست، من حرکت دارم میکنم و چک میکنم، تست میکنم خودم رو. نمیخونن تمام. نقد اینه که من بیام مثلا خیلی وقتا به من میگن بیا کرسی نقد فلان جامعه شناسه، من میگم ببین یک کتاب بر من میفرستید فایده نداره، من باید کل آثاری آقا رو بخونم تا بتونم نقدش بکنم. اینم در 2-3 هفته ای که شما الان من زنگ زدید فرصت این کارو ندادم. بی احترام اون شخص نیست، احترام به اون شخصه. این که شما بیاد یه سطر یک جمله از من از یک کتاب بیاد نقدش بکنید، این نقد نیست، این فاجعه است. مثل که شما بیاد بگید که در قرآن نوشته الله یهدی من یشا و یذل من یشا، پس خداوند هر کسی دلش بخواد هدایت میکنه، هر کسی نخواد گمراه میکنه، پس یزید حق داشته. پس من آلین علی عزب الله این نیست. شما نمیتونی یه تیک آیه رو برده با کل منطقه اسلام باید بسازه، سازگاری منطقه، همخوانی منطقی باید داشته باشه. ما بهش میگیم نقد درونی و نقد بیرونی. کرلینجر در نقد متون تاریخی میگه نقد درونی یعنی ثبات منطقی داشته باشه اجزای یک مجموعه.
وقت تمام مجموعه باید بخونید. شما یک کتاب یه جزوه از یه گوشه‌ای مثلا پیدا کردید، مثلا در 20 سال پیش من گفتم، 20 سال پیش من حرف خودم قبول ندارم. من امسال یه حرفی میزنم، سال آینده میگم من تحلیل پارسالم رو میخوام اصلاح بکنم. و این افتخار خودم میدونم. مارکس با اون عظمتش تمام تئوریای خودش در سال 1872 زیر سوال برد. خب این انتقاد تجدید نظر طلبی خاصیت منطق استقراست و فرود به زمین و طبیعت گرایی. من باید دائم کار کنم، حالا گاهی اوقات مطالعه میدانی میکنم، گاهی اوقات مطالعه روزمره شهروندی میکنم، گاهی مطالعه ادبیات و نظریه میکنم و اساس اینا دیدگاهمو عوض میکنم. من تنهایی یک ماه پیش نیستم، من تنهایی 10 سال پیش به مراتب نیستم، من تنهایی 20-30 سال پیش نیستم. خب این چجوری میخوان کتابی که من در سال 70 نوشتم میخوان نقد بکنن؟ یا آقای آزاد، ما خیلی اتفاقا پیشنهاد شده بود ایشون در یه نظریه در مورد مارکس داده بود، من گفتم نظریه ایشون من قبول ندارم، همونجا روبروش گفتم توی انجمن، گفتم خلاف فرمایشی که آقای دکتر ارمکی میگه که مارکس جامعه شناس نیست، من معتقدم مارکس ستون جامعه شناسی است. بعد یکی از دانشجویان که ما خودش استاد شده بود گفت ای کاش این بحث ادامه بدید، گفتم بعد از جلسه که وقت هست ما هستیم دیگه، بعد انجام نشد. من آمادم در هر کدوم از اینا، گفتم در تفسیر گرایی، من گفتم هر جا واقعا شکی هست خب بیان ببینیم کجا من کجا خطا گفتیم. شما اشتباه در کتابتون نوشتید یا من اشتباه آوردم؟ من صفحه شماره صفحه میدم مستند. و خیلی بحثایی من، مثلا من بحث آسیب شناسی دینی کردم، کدومتون کردید؟ اینکه مفهوم درک دینی در نه فقط ایران، در آمریکا شما اینطوره، درک دین شناسنامه ایست. شما یه جور اشاره کردید که من با اینکه شناسنامه‌ای بودم بعداً با تحقیق و گشتن 20 سال در گروه‌های عرفانی مختلف شما بودید. البته در این زمینه حتماً آقای دکتر آزاد ارمکی پاسخ‌هایی دارن که برنامه و شبکه‌م آمادگی داره اونها رو منعکس بکنه. اما سوالی که می‌خواستم از شما بپرسم این بود که وقتی این اختلال در رابطه و همفهمی متفکران اساتید و نخبگان ما وجود داره، چه جوری ما باید انتظار داشته باشیم مردم و حکومت با هم صحبت کنن؟ اوغلای ما نمیتونن با هم دیگه گفتگو بکنن. هر دو فکر میکنن آنچه که میدونن درست مطلقه. رجوع به واقعیت کنن. مردم مسئولین باید رجوع به واقعیت کنن. یعنی مردم واقعا به ما مردم حرف بزنن. جامعه شناسان باید به متون رجوع بکنن. ببین واقعا نه که میدونن مطابق با واقع هست یا نیست. اون وقت هم فهمی شروع میشه. ببین واقعیت تنها معیار حقیقته. باید ما بسنجیم هر چیز رو به واقعیت. اگر که مارکس این رو گفت یا بلومبرگ این رو گفته، خب بریم سندش رو پیدا بکنیم. همونطور بگیم همه میگن که مارکس کافره یا خدا رو قبول، خب کجا گفته؟ خب نشون بدید. یا بلومبرگ خردگراست، کجاست؟ کجا گفته؟ کجا مطالعه خرد کرده؟ وبر جالب زایتلین میگه که اون خردگراست چون کنش مطالعه میکنه، یک کلیشه غلط. بعد که میبینه که وقتی میخواد سند بده، میبینه یک نمونه در کارهای وبر نمیتونه سند بده که کار خرد کرده، همش کلانه، همش تاریخ جهانی است، مثل تاریخ دین، جامعه شناسی دینش. خب چی میگه؟ حرفی میزنه عجیب به لحاظ معنا. میگه اون در روش خورده، در مطالعات موضوع جامعه شناسی کلانه. من باید بگم شارح ارجمند و گرامی، خورده کلان موضوع روش نیست، چرا مغلطه میکنی؟ روش در علم استقراس، استقرام یعنی رفتن به اجزا، تک تک اجزا مطالعه کردن. این خاصیت علمه. ماکرو و میکرو به هم میگه که آیا ما چه استراتژی و کدام سطح مطالعاتی داریم؟ آیا میخوایم ملت رو بررسی کنیم یا میخوایم یک کلاس رو بررسی کنیم؟ رابطه دو نفره اینجا این چه ربطی داره؟ خب ما گسست میان مردم و حکومت رو در ابتدای گفتگو بحث کردیم، آسیب‌هاش رو در واقع بررسی کردیم، رسیدیم به گسست میان متفکران. این گسست میان متفکران در واقع چه آسیب‌هایی خواهد داشت؟ این عدم مفاهمه و عدم درک متقابلی که الان وجود داره، من دارم میبینم، چون به هر حال جامعه شناسان پلی هستن میان مردم و حکومت. علمای علوم انسانی، روشنفکران ما، حلقه‌های واسطه، مسئولین چله حل کردن. از جامعه شناسان دفاع دعوت میکنن که مثل خودشون حرف میزنن. کارشون راحت کردن. من در دو بار دعوت شدم، یه جا از ماه پیش بود، یه جا دعوتم کردن، نمیگم کجا.
که چه کنیم با این وضعیت که این نمیگم کجا معلوم میکنه دو سه تا گزینه میاد وسط. من گفتم ببینید روش شما غلطه، همین که الان گفتم خدمتتون، شما مسئولین رو گرفتید، جامعه شناسان هم یا روشنفکر یا مذهبی، اون هر کس روشنفکر که شما میدونید، اصل رکنی که معلوم هستن رها کردید. شما تا اون رکن مبنا قرار ندید، حرفای شما هیچ تأثیری در هیچ کجا نخواهد داشت. و شنیدم در جلسه بعدی من دعوت نکردن. و خوشحال هستم از این نظر که آدم احساس مسئولیت میکنه یکی که میره. اگه فکر کنید نتیجه نداره خب اتلاف وقته. بله، امیدواریم که این رابطه هم ترمیم بشه، یعنی هم رابطه روشنفکران و متفکران و دانشوران با یک دیگر، هم رابطه شون با مردم، هم رابطه اینها با حکومت. چون جامعه شناسی ما توی مردم نمیرن، با مردم سرکار نه، سوای ماشینشون میشن میرن دفتر کارشون، بعدم سوار ماشینشون میرن سخنرانی، بعدم میرن کارهای تحقیقاتشون، میرن دانشجوشون انجام میدن. در حالی که اونایی که ادعای پوزیتیویستی دارن و تجربه گرا هستن باید اتفاقا ورود به زمین داشته باشن. تجربه گرایی اونا پوزیتیویستیه، تجربه گرایی ما طبیعت گرایانه است. این در ذات فرق میکنه. من یه خاطره براتون بگم. یک روزی از یک استاد روش‌شناس که خیلی معروفه، موقعی که مدیر گروه تهران مرکز بودم دعوت کردم بیا اونجا درس بده. گفت که اونجا دود داره. گفتم تو مناطق فقیه نشین چجوری مطالعه میکنی که اونجا دود داره تهران؟ منم اینجا دارم نفس میکشم. من البته بعدها مفصل میمد. بگذاریم، منظور اینه که جامعه شناسی نمیرند. البته به دلیل همین وضعیت نیست که بعضی از در واقع منتقدان امروز از مرگ جامعه شناسی در ایران صحبت میکنن و میگن جامعه شناسی اندیشه‌گرای ایرانی به شدت مرگ جامعه شناسی غلط نیست، غلطه. مرگ جامعه شناسان شاید درست باشه. جامعه شناسی یه علم پویاست، از جهان داره نفس میکشه و خیلی روش پیدا کرده. در ایران تولید تبدیل شده به یک مجموعه از فکرهای سیستمی دانشگاهی که هیچ ارتباط منطقی با مردم نداره، جز گاهی اوقات بخوان شعارهای مردمی را یا نقد کنن یا تقویت بکنن. من یادم هست که در سفری که به سفر عملیاتی با تیم تفسیرگرایی خودم که دانشجوان بودن، که آقایون خبر ندارن که میگن تنهایی چی کار کرده، خب بیان کارهایی که من سه سال تو انجمن کردم بیان ببینن چی کار کرده. یکی سفر لورستان بود که روی لوتی های لورستان، بله، هم بسه لوتی ها شد. جامعه لورستان خرم‌آباد، مسئولین محترم خرم‌آباد در همه طیف هاش جامعه شناسان این مردم نجس میدونستن. من رفتم با اونا با بدن عرق کردنشون بوسیدمشون، بچه‌هاشون رو بوسیدم، دست دادم. لوتی های لورستان رو نجس می‌دونن. بله، محله اسدآبادی لورستان. با البته من اصلا میترسوندن، گفتن نه اینا مسابقه کن میکشن یه وقت. من گفتم من پژوهشگر میدانی ام، من استادم یادم رو چیکار بکنم، شما برید شما نیاید دنبال من. مسئول شهرداری دو شهردار اومده بود دنبال ما، مناطق فلک الدین و اینا رو، چیه جای دیگه بود که کار میدانی فقر میکردیم، یادم رفت الان محلش رو، چون خیلی حافظه تندی ندارم، ولی محله اسدآبادی ها اون نیمد. ما رفتیم با تیم خودم، رفتم صحبت کردیم طوری که ما رو دعوت کردن برای نهار خونشون، ما شرکت نکردن چون کارهایی بیشتر داشتیم. من تصمیم گرفتم من گزارش بکنم و اون روز عضو کمیسیون امنیت چیز مسئله اجتماعی مجلس، نماینده مجلس اونجا در سخنرانی بعد از ظهر من که در نشستی در اداره کل ارشاد بود شرکت کرد. من گفتم پس شما مسئولید این حرف منو برسونید که چه کردید با این مردم، این چی کار کردن اینها، اینا که سنت موسیقی لرستان رو دارن به میراث آوردن و دارن منتقل میکنن، سنت ساخت لوازم موسیقی رو، بخش فرهنگی مملکت هستن، یه وام میخواد هیچ کس حاضر نیست ضمانتش بکنه. چرا؟ وقت بعد جامعه شناسان اون شب و تا چند روز چند هفته روزنامه هاشون نوشتن، نامه بعضی از اساتیدشون که حرفای تنهایی تازیانه بود بر گرده ماها که خواب رفتیم. من خیلی خوشحال شدم که این حس در اونا بیدار شد که این محله وسط شهرشون رو بیان مطالعه کنن. این مطالعه میدانی است آقایونی که من اعتراض میکنی، شما کجا رفتید دیدید؟ و بنابراین شما به مرگ جامعه شناسی قائل نیستید، به مرگ جامعه شناسان. جامعه شناسان ممکنه بمیرن در حوزه نظری، در حوزه درس خودشون،
و بی اتصالی به جامعه شناسی یعنی جامعه. جامعه تئوری نیست، روش نیست، آمار نیست، اعداد و ارقام نیست. جامعه مردمی هستند که تو کوچه با همدیگه همکنشی میکنن، حرف میزنن، میخندن، گریه میکنن، خشم دارن، عصیان دارن، درد دارن، دوا دارن، بیمارن، مریضن، مجرمن، معتادن، روسپین، دزدن، پزشکن، مهندسن. این جامعه است. ما با اینا باید کار بکنیم. جامعه شناسی نمیمیره. اگر بمیره در ایران ممکنه بمیره، ولی در دنیا جامعه شناسی نمیمیره. مگه جامعه شناسی؟ مگه شیمی میمیره؟ مگه زیست شناسی میمیره؟ ولی جامعه شناسی های ما مردند. چرا؟ فقط از اتاقشون میرن دفترشون، کلاسشون، برمیگردن حقوقشون و حق و زحمه های تحقیقات کلانشون رو میگیرن. ولی اینا مردند. واقعا در تاریخ ایران هم هیچی ازشون باقی نمخواهد ماند، هیچی باقی نخواهد ماند. ولی مطمئنن لوتی های اسدآبادی تیم تفسیرگرایی در خاطرشون میسپارند. جناب آقای دکتر حسین ابوالحسن تنهایی، از حضورتون در برنامه شوکران بسیار سپاسگزارم. من به رسم برنامه شوکران و یادبود میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از آثار خودتون رو به کتابخانه برنامه شوکران اهدا بفرمایید و حالا من نمیدونم شما از بین این من همه اینها رو به شما به سپاسگزارم. من چون شما در جامعه شناسی نظری هم جزو پیشروان هستید و بسیار کار کردید، ازتون خواهش میکنم که این کتاب که چاپ پنجمش هم هست محبت بفرمایید و ببخشید. چی میکنم؟ آقای دکتر، اگر روزی امر بر این دایر بشه که برای دفاع از آرمان‌ها و عقایدتون جام شوکران رو بنوشید، آیا چنین خواهید کرد؟ ببینید، بنای جامعه شناس بگم یه بنای کسی که سلوک میکنه به عنوان دکتر ابوالحسن تنهایی با همه ابعاد وجودیش، از تمام عرفان دارم و اونایی که نبود اعتقاد نداشتم یا داشتم، کتابایی که خوندم و نخوندم و حضوری که در داشتم، محال چون این دستوری داده بشه، یعنی محال منطقی است، اساسا سازگار نیست. استاد من به من گفت برات درس گذاشتم، کلاس داری، بخوام استخدام بشی اینجا. گفتم خیلی ممنون، خیلی عالی است، چون اونجا درس میدادم. گفت نه، کالیفرنیا، جای دیگه باید درس میدادم. گفتم میرم. یه کمی تعمق کرد، همیشه اینجوری میکرد و تعمق میکرد، یه کمی در پاشم رو پاش مینداخت. بعد یه نگاه عمیق به من کرد و گفت که من همه این کارا کردم برات، آماده است هر لحظه بخوای، اما کی تو ایران بره جامعه شناسی تفسیری کار کنه و معرفی کنه؟ من کمی نگاهش کردم، فهمیدم حکمش برگشت منه. منم یه شوکرانه بود برای من، چون من اگه اونجا بودم الان نظریه های من رو اونجا پخش شده بود در جامعه و دیگه نمیگفتن همکارا که شوکران در موقعیت سقراطی. شما شوکران رو تحویل کردید به موضوع دیگه، موضوع بله. ولی در خود موقعیت سم واقعی، بله، در موقعیت سقراطی آیا هیچ وقت همچی چیز نمیگند؟ محال منطقی است. قتل نفس، چون شریعت مبنای طریقته، قتل نفس محاله که چون چیز اتفاق. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تنهایی. خواهش کردم، سپاسگزارم. Thank you.